حماس به طور رسمی کشته شدن یحیی سیمبار رو تایید کرد 17 روز تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مونده حالا امید دولت آمریکا به آتش بس و پایان جنگ دوباره زنده شده آتش بسی که میتونه تاثیر مستقیمی روی انتخابات آمریکا داشته باشه هرچند امروز خلیل الحیه معاون رهبر حماس که در قطر زندگی میکنه گفت راه سیمبار ادامه خواهد داشت و شرایط آتش بس هم همون شرایط قبلیه توقف جنگ عقب نشینی اسرائیل از غزه و آزادی زندانیان فلسطین ارتش اسرائیل ویدیویی منتشر کرده که لحظات پایانی عمر سینوار رو در حالتی درمانده نشون میده. رئیس مؤسسه پزشکی قانونی اسرائیل گفته او با شلیک گلوله به سرش کشته شده. ارتش اسرائیل بیشتر گفته بود چهارشنبه یک تانک این کشور ساختمانی رو در رفع هدف قرار داره و بعدا جسد سینوار در آوار ساختمان پیدا شده. به نظر میرسه اول سینوار هدف گلوله و بعد شلیک تانک قرار گرفته. پس از ترور اسماعیل هنیه رهبر پیشین حماس در تهران کشتن حسن نصرالله دبیر کل حزب در بیروت حمله اسرائیل به لبنان و حملات موشک جمهوری اسلامی به اسرائیل آتش بس تقریبا غیر ممکن به نظر میرسید. اما حالا با کشته شدن مرد شماره یک فرس تحت ترقی به اسرائیل که یکی از موانع اصلی صلح بود دستیابی به دست کم آتش بس ممکن شده بایدن و با هریس هم جنگ باید تمام بشه و فصل جدیدی شروع بشه <applause> اسرائیل کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس را تایید کرده این لحظه است که به ما فرصت میدهد تا سرانجام به جنگ در غزه پایان دهیم اما یا در روزهای باقی مانده به انتخابات توافق احتمالی اسرائیل و حماس به کوشش دولت آمریکا میتونه تضمینی برای رسیدن حریص به کاخ سفید باشه؟